بسم الله الرحمن الرحیم. معصومه فیضی هستم، یکی از اساتید حوزه علمی حضرت سکینه. به نام خدا، مریم احمدی هستم، یکی از اساتید لیسه عالی پردیس. من ابراهیمی هستم از لیسه پردیس. فاطمه موسوی هستم، بشنده شهر کابل. نام من رازی محمدی هستم، یکی از اساتید لیسه عالی پردیس. زهرا مهدوی هستم، یکی از طلبه های حوزه علمی حضرت سکینه. جمیله کاظمی هستم، یکی از طلبه های حوزه علمی حضرت سکینه. وقت نام حضرت زینب سلام الله علیها به گوش ما میخوره، چون حضرت زینب سلام الله علیها در حادثه کربلا بسیار غم دیدن، یعنی غم و اندوه حضرت زینب سلام الله علیها بیشتر به گوش ما میخوره. نثار فداکاریش در واقع کربلا. قبر حضرت زینب سلام الله علیها در سوریه در دمشق است. در کشور سوریه در شهر دمشق. صبر و استقامتشان، پایداری، صبر، بردباری، حجاب، عبادت، همه چیزهایی که ما دوست دارم و میخوایم که مثل حضرت زینب باشیم. حضرت زینب بزرگترین ویژگی که داشت که در ذهن من میرسه همون حجاب حضرت بود، که همیشه حضرت با حجاب بود و تا آخرین لحظه عمرش هم از چادرش نگذشت. در حادثه کربلا که حضرت زینب سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل و پسرانش، برادرانش از دست دادن، دوست داشتم که در کنارشان باشم و همراه حضرت از اسیرا حمایت بکنم و یاری بکنم. در واقع کربلا خواستم همدرد و همیار حضرت زینب سلام الله علیها باشم. نام زینب پیامبر صلی الله علیه و سلم این نام را گذاشتن که از به توسط جبرئیل آمد اینم و به معنی درخت نیکو و همچنان زینت پدر هم معنیش هست. زینت پدر، کلمه زینب به معنی پاکیزگی، درخت نیکو منظر و خوشبو می باشد و زینت پدر. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت از حضرت زینب سلام الله علیها است که می فرماید من اسعد الالله خالصه عبادته احبت الله عز و جل له الفضل مصلحته. فرمود هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او نازل میکند. یعنی حضرت زینب سلام الله علیها میفرماید که هر کس کار خود خالصانه برای خدا انجام بده، بهترین مصلحت ها را خداوند برای او میفرسته از طرف خودش. یعنی ما در زندگی خود هر کاری که انجام میدیم خالصانه برای خدا باید انجام بدیم، و این که خالصانه کار خود برای خدا انجام بدیم، خداوند بهترین مصلحت هایشو برای ما میفرسته. یعنی ما وقتی که عبادت میکنیم، اگر عبادت ما خالصانه باشه، ریایی در کار نباشه و کاری که میکنیم فقط به خاطر خدا انجام بدیم، هر مصلحتی که در کار ما باشه را خداوند حتما بر ما نازل میکنه و ما پاداش او عبادت خودم حتما میبینیم. الزم رجلها فإن الجنة تحت اقدامها و الزم رجلها فثم الجنة. فرمود همیشه در خدمت مادر باش، چون بهشت زیر پای مادر است و نتیجه آن نعمت‌های بهشتی خواهد بود. ان سعید کل سعید حتی حق سعید من احب علی فی حیات و بعد موته. همان حقیقت و واقعیت تمام سعادت‌ها و رستگاری‌ها دوستی علی علیه السلام است در زمان حیات و پس از رحلتش خواهد بود. نگو کنین این روایتی که هست نشان میده برای مایی که حتی حضرت زینب در زمان زندگیش درس مهدویت میداد برای ما، و این که حضرت زینب اینجا در جمله آخر میگه که من احب علیان فی حیاتهی و بعد موتهی. رستگاری مال کسی است که امام علی را دوست داشته باشه، فرق نمیکنه در زمان حیاتش یا امام علی وقتی فوت بکنه و از دنیا چشم بپوشن، باید امام علی را دوست داشته باشه. تنهایی نیست که امام علی دوست داشته باشیم، باید رهرو امام علی که در زمان فعلی ما حضرت صاحب الزمان و العصر هست باید دوست داشته.